علی نایب رئیس فدراسیون فوتبال انتقاد از تیم ملی رو بی انصافی توصیف کرده. این تیم در یک سال گذشته با کادر فنی جدیدش هنوز شکست نخورده. پس انتقادها از چیه؟ کوروش، این درسته که تیم ملی تو 11 دیدار قبلیش با کادر فنی جدید، یعنی تو این 8-9 ماهی که داشتیم باخت نداشته و بغیر از تساوی 1-1 که توی بازی دوستانه مقابل روسیه داشت و مساوی 2-2 که توی بازی رسمی مقابل ازبکستان داشت، همونطور که گفتی 9 تا بازی رو برده و نباخته. ولی منتقدان برد در مقابل تیم‌های قرقیزستان، افغانستان، هنگ کنگ رو نشونه برتری تیم و دلیلی برای تحسین عملکرد تیم ملی نمی‌دونن. نایب رئیس فدراسیون، سرپرست تیم ملی، همونطور که گفته انتقادها مت به خشخاش گذاشتن بی‌انصافی حمید مطهری بتر، مربی تیم ملی، معتقده که انتقادها خیانت در حق تیم ملی. اما وقتی خود سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امیر قلعه‌نویی تو نشست خبری بعد از بازی از راه رفتن بازیکن‌ها تو زمین انتقاد میکنه، این یعنی سرمربی تیم ملی قبول کرده ایران در بازی با ازبکستان خوب نبوده و طبیعیه که بازی بعد تیم ملی مورد انتقاد قرار بگیره. حالا اعضای همراه اردوی تیم ملی فدراسیون این انتقادات رو به خیانت تعبیر میکنن. معلومه منتقدین قانع نمیشن. توقع داشتن خب مثلا تیم ملی رو تحسین میکردن که در مقابل ازبکستان نباخته. به هر حال تیم ملی تو نیمه دوم مقابل ازبکستان انقدر ضعیف بازی کرد که به گواه سرمربی تیم ملی و آمار، اگه کمی بازی ادامه پیدا میکرد میتونست اولین باخت ایران در مقابل ازبکستان در شهر تاشکند ثبت بشه. امیر قلعه‌نویی از بازیکنانش خب به درستی انتقاد کرده، ولی به عملکرد خود قلعه‌نویی هم انتقاد هست. ترکیب تیم ملی ایران از پارسال زمان کارلوس کیروش نسبتاً دست نخورده مونده، با میانگین سنی بالا، حالا میگن 14 بازیکن بالای 30 سال داره. در همین بازی در بغیر از دو تا تعویض که حالا به دلیل آسیب دیدگی بود، بقیه تعویض‌ها به نظر کارشناسا هیچ توجیهی نداشت. عملکرد غیر قابل دفاع بازیکنان خط دفاعی و میانی، جای خالی بازیکنان مثل امین حزبوی که الان به تیم ملی قطر داره نزدیک میشه، یا احمد نوراللهی که با نظر خود قلعه‌نویی از تیم ملی محروم شد، میتونست خب اون به دفاع کمک بکنه. ازبکستان در 12 بازی قبلیش تنها 3 بار تونسته بود دروازه ایران رو باز کنه و تو تاشکند هیچ وقت از ایران امتیاز نگرفت، هم امتیاز گرفت هم دروازه ایران رو دوبار باز کرد. همه رسانه‌های ورزشی ایران و خود سرمربی معتقدن که زنگ خطر به صدا در اومده، ولی ایده‌ای که منافعشون در تضاد با انتقادهاست انتقاد رو خیانت میدونن. پرسش اینه که واقعا الان در فاصله 50 روز تا جام ملت‌ها اگه کارشناسا انتقاد نکنن پس کی موارد رو گوش زد بکنن؟ الان قانون منع مصاحبه انتقادی از فدراسیون رو تو لیگ دارن اجرا میکنن. خب به باور خیلی از پیشکسوت‌های فوتبال با این رویه قانون منع انتقاد در رسانه‌ها رو هم به تصویب برسونن. جالب، گزارشگر با سابقه صدا و سیما جواد خیابونی که خودش جزو سیستم هست به درستی گفته که با این روندی که تیم ایران داره میره، همون راهی رو میره که تیم امید تو هانگژو بازی آسیایی رفت، همون راهیه که تیم نوجوانان تو جاکارتا رفت. خیابونی قرقیزستان، افغانستان و هنگ کنگ رو حریف نمیدونه و گل نخوردن در واقع اون کلین شیت نمیدونه. در واقع حرفای روزی که پیشکسوتان خونه نشین فوتبال ایران سال‌هاست دارن به زبون میارم و او هم الان داره در واقع اعتراف میکنه به شکست این تجربه حضور سپاهی در فوتبال ایران.